سلام بچه ها، به کانال کامیک فکتس و کامیک رد هود و قانون شکن ها خوش اومدید. من عرفان هستم و امروز قصد دارم برای شما عزیزان بخش اول این مجموعه جذاب رو تعریف کنم. اگر برای بار اولی که به کانال ما سر میزنید، با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله ادامه این مجموعه جذاب و سایر ویدیوهایی که واسهتون میسازیم از دست ندید. راستی اگر دوست داشتید میتونید پیج اینستاگرام کامیک فکتس که آیدیشو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم و فالو کنید. خب شما رو به تماشای این ویدیوی جذاب دعوت میکنم، تا آخر اون همراه ما باشید. یک عالمه اتفاق سخت توی زندگی جیسون تات رخ داده. یکی از اونها خداحافظیه. به نظرش بهترین انتخاب اینه که اصلا این کلمه رو نگه. همونطوری که اون داشت سعی میکرد خودش رو از زیر دریای در حال غرق شدن نجات بده، یک آدم جنایتکار گرفتش و گفت تسلیم شو، فرار غیر ممکنه، هممون مثل یک مرد همینجا میمیریم. جیسون آهی کشید و اسلحه‌اش رو گرفت جلوی صورت اون مرد و گفت تو منو دست کم گرفتی هان؟ اون خودش رو کشید بالا و گفت آدمایی مثل اون باید قبل از قاچاق سلاح‌های هسته‌ای به میامی فکر کنن. اون به دیوار داخلی برخورد کرد و یک ثانیه بعد زیر دریایی منفجر شد. چند روز بعد در یک جزیره کوچک جیسون به یک ماشین بیگانه قفل شده بود. به آرومی چشماشو باز کرد و از یکی که داشت با اون ماشین ور می‌رفت پرسید که کجاست. همینطور که دارو توی بدنش جریان پیدا می‌کرد دوباره به خواب رفت. چند روز بعد یک دختر زیبا با پوستی برنزه و موهای قرمز آتشین کنار جیسون نشست و پرسید که هنوز خوابه یا نه. جیسون یک سری کلمات رو به زور گفت و وقتی که دختر سرش رو لمس کرد، جیسون سری از جاش پرید و اسلحه‌اش رو گرفت زیر گلوی دختر و پرسید من چجوری اومدم اینجا؟ شلوارم کجاست؟ دختر بهش گفت استراحت کن. همون موقع بود که اسلحه جیسون به خاطر پوست دختر آب شد. چند روز گذشت تا اینکه جیسون تونست روی پاهای خودش بایسته و بره جزیره رو بگرده. کمی بعد از یک سفینه فضایی خراب سر در آورد. اون دختری که قبلا دیده بودش بهش گفت که خوشحالم که اینجا میبینمت، لطفاً بیا داخل. قبل از اینکه جیسون بتونه چیزی بگه، دختر توضیح داد که اسمش پرنسس کوریه، از سیاره تمیران اومده و بعضی اون رو به اسم استارفایر میشناسن و بعد بهش خوش آمد گفت. جیسون ایستاد و سعی میکرد خودش رو بپوشونه و بعد سرش رو بلند کرد و گفت جیسون تاد، من واقعا نمیخوام بی‌ادبی کنم، اما فکر میکنم که این منم باید به خاطر اینکه منو از اقیانوس نجات دادی تشکر کنم. میدونی اینجا خیلی شبیه خونه نیست، بیشتر شبیه مخفیگاه استارفایر. فکر میکنم اینجا بدون اینکه هیچ کسی در موردش چیزی بدونه روی زمین ظاهر شده. منبع انرژی تو چیه هم؟ استارفایر گفت که خیلی خوبه که میبینم قدرتت برگشته. و جیسون بهش گفت من دارم خیلی صحبت میکنم، من تا به حال غریبه ندیده بودم. استارفایر بهش خیره شد و گفت که مدت هاست تنها بوده و یادش رفته که انسان ها چقدر میتونن نفرت انگیز باشن. و جیسون در جواب بهش گفت اوکی، تو دختر مؤدبی هستی و منم با شخصیت طبیعی خودم باهات رفتار میکنم. خب شاید باید از اول شروع کنیم ها؟ ازت ممنونم که زندگی منو نجات دادی پرنسس کوری. استارفایر بهش نگاه کرد و به جالباسی اشاره کرد و گفت که باید لباس بپوشه، اونجا چند تا لباس مردونه هست که هر کدومو میخواست میتونست بپوشه. جیسون به لباس ها نگاه کرد و یونیفرمی رو دید و متوجه شد که متعلق به نایت وینگه. جیسون عقب اومد و یاد وقتی افتاد که بتمن رو به زور اسلحه نگه داشته بود، اما قبل از اینکه بتونه شلیک کنه نایت وینگ اومد و جلوش رو گرفت. جیسون پرسید چی تو سر نارنجی روشنت میگذره؟ و استارفایر پرسید داری در مورد چی حرف میزنی؟ یه لباس چجوری میتونه به تو آسیبی برسونه هان؟ تو اون مردی نیستی که یک زمانی این لباس رو میپوشید؟ من از اون خاطره دارم، خاطرات خوب. از وقتی که به این سیاره اومدیم ما روزها و شبا رو با هم دیگه میگذروندیم. اسمش از یادم رفته، اما اگه دوباره ببینمش یادم میاد. شب که شد جیسون داشت به یک اسلحه تمیرانیان نگاه میکرد و به خودش میگفت که حق با استارفایره و کاملا مشخصه که استارفایر عاشق نایت وینگ بوده، دقیقا همونقدر که خودش از نایت وینگ متنفر بوده. جیسون به فکر فرو رفت و با خودش فکر کرد که چجوری این تکنولوژی فوق‌العاده قراره برای آسیب رسوندن به مردم استفاده بشه. کمی بعد جیسون استارفایر رو دید و بهش گفت که باید با هم دیگه صحبت کنن. یک چیزی هست که اون باید در موردش بدونه. اما قبل از اینکه جیسون بتونه کلمه ای حرف بزنه، استارفایر سرش رو گرفت و بوسیدش. جیسون خودش رو عقب کشید و پرسید این چه کاری بود کردی ها؟ استارفایر گفت این یه جور زبانه حرف زدنه. جیسون به یک صخره اون طرف اشاره کرد و گفت خب نظرت چیه که ما بشینیم و وقتی روی صخره نشستن جیسون همه چیز رو براش گفت. بهش گفت که اون هم مثل نایت وینگ پارتنر بتمن بوده. اون یک ابرقهرمان به اسم رابینه. تاریخچه زندگیش و داستانهای رد هود رو براش گفت. اونقدر حرف زد که خورشید طلوع کرد و آخر سر از استارفایر پرسید که از حرفاش ناراحت شده. استارفایر خندید و گفت
اونا باید برای گذشته ها احترام قائل بشن، اما نباید توی گذشته ها زندگی کنن. اونها در زمان حال اینجا زندگی میکنن. استارفایر با قدرتی که داشت نور خیره کننده ای درست کرد و گفت بعضیا فکر میکنن که اون یک رکتور هسته‌ای متحرکه، یک خطر برای خودش و بقیه. استارفایر جیسون رو در آغوش کشید و در همین حال جیسون داشت با خودش فکر میکرد که اونها همیشه خودشون اتفاقاتی که توی زندگیشون افتاده و درسهایی که گرفتن رو انتخاب نکردن. روز بعد جیسون داشت توی اینترنت میچرخید که استارفایر ازش پرسید که دنبال چیه. جیسون مقاله‌ای با این عنوان رو بهش نشون داد: آمریکایی در کوارک اعدام خواهد شد. روی هارپر توسط دولت موفق کوارک قربانی شد. روز بعد روی هارپر رسوا همراه بال و جین از سلولش بیرون اومد و گفت: نور خورشید، این چیزی نیست که من هر روز میدیدم. موضوع چیه؟ یکی از سربازا گفت: شاید باور نکنی، ولی فقط 5 دقیقه وقت داری که به گناهانت اعتراف کنی. روی به اطراف نگاه کرد و چشمش به یک کشیش چاق و چله افتاد و پرسید: من تا به حال شما رو ملاقات کردم؟ کشیش گفت که اون کشیش آژانس بین المللی MST هست و در ادامه گفت: این شرایط واقعا اسفباره، من باید برم یک سری شکایت برای وزارت امور خارجه تنظیم کنم. وقتی که برگشت کتاب مقدسش رو در آورد و به سرباز گفت که بهش یکم زمان بدم، و وقتی که داشت میرفت سربازها شروع کردن به مسخره کردن. روی گفت: نمیخوام ناشکری کنم، اما آه خدای مقدس. کشیش برگشت و کتاب مقدسش رو باز کرد و گفت: دقیقاً پسرم، ذهن باز و کتاب باز تو رو آزاد خواهند کرد. روی پرسید: تا متوجه شدی که این واقعا احمقانه است؟ کشیش فریاد زد: بی تربیت! و ناگهان یک نفر با صورت پوشیده فرود اومد و اون جیسون بود و پشت سر هم شلیک میکرد. روی فوراً تیرکمانش رو به دست گرفت. همینطور که داشتن مبارزه میکردن روی پرسید: اون چیه اون تروان؟ بتموبیل؟ جیسون به چپ اشاره کرد و گفت: بد جیب، سوار شو. روی چند لحظه خیره موند و جیسون پرسید: تو لالی؟ این سفرمون رو سخت میکنه رفیق. اون دوتا سوار جیپ شدن و جیسون پاشو گذاشت روی گاز و از اونجا دور شدن و 3 تا تانک رو که دقیقاً اونا رو هدف گرفته بودن پشت سر گذاشتن. روی گفت: امیدوارم بعد از این فرار پشتیبانی خوبی ازم بشه. جیسون گفت: نگران نباش، کارمون خوب پیش میره رفیق. چند ثانیه بعد استارفایر از راه رسید و تانک‌ها رو نابود کرد. روی گفت: اون با توئه ها؟ جیسون گفت: با من سره، اما آره اون با منه. استارفایر پرسید: کار دیگه ای هست که بتونه انجام بده؟ جیسون گفت: اگر میخوای میتونی جلو پرواز کنی، آدمای بد یا تان یا هر چیز دیگر رو ناکار کنی. استارفایر گفت: حتما، به زودی میبینمت. و جیسون گفت: بی صبرانه منتظرم. استارفایر رفت جلو و روی آهی کشید و گفت: آف، اون حتی به من سلامم نکرد. جیسون گفت: اون ذهنش خیلی مشغوله. روز بعد توی جزیره پارادایس استارفایر داشت لب ساحل لوندی میکرد. روی گفت: قرار گذاشتن مردم گاتام مثل رفتن به یک سالن اپرای متروکی است. وای! جیسون خندید و گفت: آره گاتام بد ریده ها. روی لم داده در گوش جیسون گفت: نگران نیستی که اون بفهمه که تو با دوست پسر قبلیش چی کار کردی؟ جیسون گفت: منظورت اینه که سعی داشتم نایتوینگو بکشم؟ مسئله این نیست، من فهمیدم که تمیران حافظه طولانی ندارن. جدی میگم، ازش در مورد آدمایی که قبلا باهاشون قرار میذاشته بپرس، یادش نمیاد. روی برگشت و به استارفایر نگاه کرد و گفت: آها پشمام، جدی میگی؟ بعد سایه ای ظاهر شده از جیسون پرسید که امکانش هست چند لحظه وقتش رو بگیره. جیسون گفت که اون آخرین نفری بوده که انتظارش رو داشته دوباره ببینتش. چه خبر ایسنس هان؟ زن موسفیدی که اسمش ایسنس بود گفت که اخیراً چند تا قتل رخ داده و اعضای بدن اونها جدا شده. جیسون گفت: اومدی اینجا که اینها رو به من بگی؟ و ایسنس گفت: این اندام ها سالها قبل از اینکه قربانی بمیره از بدنش شده شدن، اما هیچ برش و شکافی وجود نداره. جیسون بهش نگاه میکنه و میگه: این میتونه یک فرضیه باشه. ایسنس مبهوت نگاهش میکنه و میگه: آره. اون طرف توی ساحل روی از استارفایر میپرسه: مطمئنی کسی به اسم دیکو نمیشناسی؟ اون میگه: نه. روی میپرسه: گارس، داستین، ویک چی ها؟ استارفایر حوله روی رو میگیره و میگه: نه دیگه، داری کلافه میکنی ها؟ دوست داری سیکس کنی؟ روی به سرفه میفته و میگه: جانم، تو دوست دختر جیسون نیستی مگه؟ استارفایر گفت که آزاده که هر کاری دلش میخواد بکنه، اما اگه تو دوست نداری. روی یهو از جاش پرید و گفت: نه نه نه، چیز دیگه نیاز هست که قبل از اینکه عشق بازی بکنیم بدونم هان؟ استارفایر لبخند زد و گفت که عشق چیزیه که نمیشه کاری باهاش کرد. اون طرف توی بار جیسون نشسته بود و فکر میکرد که اگر چیزی که اون میگه درست باشه نمیشه کاری باهاشون کرد.
دلایل همه اتفاقات قرن اخیر آنتایتلد بوده. ایسنس گفت که متاسفه که اینو میگه، اما دستورات قدیمی دیگه مورد توجه قرار نمیگیره. و بعد قطرات کوچکی رو روی پیشخان پرتاب کرد و جیسون تصویر یک زن مرده رو دید و پرسید که اینه؟ و ایسنس گفت میدونی که همینه. غیر ممکنه. چرا من؟ چرا خودت این قضیه رو حل نکردی؟ ایسنس گفت که اون راه حل رو بهتر از هر کس دیگه میدونه. لطفاً جیسون، من میدونم که تو عهد کردی هرگز برنگردی، اما لطفاً به خاطر من. جیسون از جاش بلند شد و گفت خیلی خوب، این کارو میکنم، اما فقط یه چیزی رو به من بگو. چرا تو؟ اما همین که برگشتید که ایسنس رفته. کمی بعد در جای دیگر، جیسون کنار جسد دوک را زانو زده بود و ازش به خاطر اینکه کنارش نبوده عذرخواهی میکرد. از اینکه ازش دور بوده عذرخواهی میکرد. همون موقع بود که نور آبی فضا رو روشن کرد و تصویر روح دوک را ظاهر شد و به جیسون گفت که الان وقت گریه کردن نیست مرد گنده. حسرت نخور، آنتایتلد اینجا بود، اون قوی تر از همیشه بود. جیسون گفت که اون رو پیدا میکنه و انتقام همه رو ازش میگیره. دوک را اومد جلو و سر جیسون رو گرفت و گفت قلبت رو دور از انتقام نگه دار، من تو رو در جای بهتری ملاقات خواهم کرد. بعد از اینکه روح ناپدید شد، جیسون صدای پای عده‌ای رو شنید که داشتن بهش نزدیک می‌شدن. جیسون برگشت و اسلحه‌اش رو گرفت سمت اونها و بالاخره به یکی شلیک کرد. اما ناگهان ایستاد و متوجه شد که نمیتونه به اونها شلیک کنه. حتی اگر اونها جسدهای متحرکم باشن، مستحق دوباره مردن نیستن. اما همون موقع بود که تیری به پشت یکی از اون جسدهای متحرک برخورد کرد و منفجر شد. استارفایر اومد پایین و پرسید که باید چه کاری انجام بده. و روی تیر کمونش رو به دست گرفت و بهش گفت: اون مرده و اصلاً هیچی هم حس نمی‌کنه. وقتی آخرین زامبیا از بین رفتن، روی خندید و گفت مثل دور انداختن زباله بود. و جیسون گفت نه، اونا زباله نبودن، اونا جنگجو بودن، اونا بهترین مردمی بودن که من تا به حال میشناختم. و بعد از دعا کردن برای اونها، جیسون از جاش بلند شد و گفت وقتشه که بریم و مثل یک تیم مبارزه کنیم. خب به پایان بخش اول کامیک رد هود و قانون شکنها رسیدیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اما قبل از اینکه بخوایم باهاتون خدافظی کنیم، میخواستم بهتون یک کانال خیلی خوب معرفی کنم و اون کانالی نیست جز کانال فونیکس میز. شخصیت کریتوس در فرانچایز محبوب خدای جنگه که در ویدیو لژندای قبلیمون هم بهش اشاره کردیم. به درخواست شما عزیزان امروز تصمیم گرفتیم تا سومین ویدیو لژندمون رو به سرگذشت این کاراکتر محبوب اختصاص بدیم. حتما به کانالشون سر بزنید و اگر از ویدیوهاشون خوشتون اومد با لایک و سابسکرایبتون ازشون حمایت کنید. لینک کانالشون رو براتون پایین این پست میذارم. خب خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا یک ویدیو کامیک فکتس دیگه، خدا نگهدار.